با سلام، به کانال خوراک ایرانی خوش آمدید. در این ویدیو به شما روش درست کردن سس قارچ را نشان می‌دهیم. سس قارچ بهترین مزه ساز خوراک گوشت، مرغ، ماهی، پاستا و سبزیجات است. پایه‌ترین مایه سس قارچ قارچی است که با ویژگی کلاه چتری سفید رنگ و گوشتی آن نمایان می‌شود و همین گونه از قارچ در آشپزی خیلی به کار می‌رود. این سس قارچ را من در آموزش پخت گوشت فیله گوسفند به کار بردم. در آغاز کار قارچ ها را خرد می کنیم که سرخ کردن آنها در گام عادی ساده تر شده و مزه گیریشان بهتر شود. مایه ای آبگونه از آرد ذرت درست می کنیم که برای پرمایه تر کردن سس قارچ در پایان کار آن را به کار می بریم. من در اینجا برای سرخ کردن قارچ ها روغن مانده از سرخ کردن گوشت فیله گوسفند را به کار میبرم، چون این روغن مانده خودش دارای مزه و بوی خوب است. قارچ ها را تا آنجا سرخ میکنیم که رنگ قهوه‌ای درخشنده بگیرند و بوی خوش قارچ تفت‌خورده به مشام برسد. می‌توانیم برای بالاتر بردن مزه‌ها و ماندنی‌تر کردن آنها اندکی شراب قرمز هم به قارچ‌های سرخ شده اگر دوست داریم بزنیم. شراب را در هنگامی وارد می‌کنیم که پخت ما زیاد آبکی نشده که در نتیجه الکل موجود در شراب بتواند زودتر بخار شده و مزه‌های آن بهتر نشست کند. پس از وارد کردن شراب و از بین رفتن الکل موجود در آن، می توانیم مزه های آبکی سس را نیز وارد کنیم، یعنی آن دسته از مزه هایی که می خواهیم آبکی بودن آنها را در سس قارچ نگهداری کنیم. جا افتادن سس قارچ 15 دقیقه و دمای آن تا اندازه است که بگرد بجوشد. کارکرد آبگونه آرد ذرت در اینجا این است که مایه های سس قارچ را با هم جفت می کند و آن را کرمی تر و پرمایه تر می کند. سس قارچ را در کنار خوراک‌های گوشتی بگذارید و یا به تنهایی با نان و یا با سبزیجات نوشیجان کنید. این سس قارچ را ما در روش پخت فیله گوسفند نیز به کار بردیم. خواهشمند است هر گونه پیشنهاد و یا پرسشی دارید با ما در کانال خوراک ایرانی در میان بگذارید.